آیت الله سید محمد تقی مدرسی در آستانه راهپیمایی عظیم اربعین خواستار رفع موانع این زیارت شد وی طی سخنانی به شرح درسها و عبرتهای زیارت اربعین حسینی پرداخت و خواهان تسهیل دسترسی زائران به حرم متحرمام امام حسین علیه السلام شد او با بیان که موانع زیارت اربعین باید رفع شود گفت اربعین از سوی یکی از بزرگترین مناسبات ملت عراق و از سوی دیگر مناسبتی دینی و جهانی است هیچ کلمه‌ای برای توصیف عظمت و اهمیت اربعین حسینی وجود ندارد اما ملت عراق و ملت‌های دیگر به خوبی می‌دانند که این مناسبت با تمامی مناسبت‌های تاریخی دیگر تفاوت دارد به طوری که میلیون ها نفر با پای پیاده و تحمل سختی به کربلا و تحمل سختی به کربلا شهر عشق شهادت و ایمان سرازیر می شوند و خود را به حرم مطهر امام حسین علیه السلام می رسانند و خطاب به مسئولان عراقی گفت مردم مهمان نواز عراق هر ساله به انتظار فرارسیدن اربعین می و برای خدمت به زائران خود را آماده می کنند مسئولان نیز باید بر همین منوال موانع موجود بر سر راه زائران را رفع کنند رسم مهمان نوازی ایجاب می کند که راه مهمان هموار شود سیاست های مرتبط با زیارت اربعین باید با ارزش ها و اصول ملت بخشنده عراق منطبق باشند آیت الله مدرسی همچنین به مسئولان دیگر کشورها جهت تسهیل زیارت اربعین زواران آن کشور توصیه کرد و گفت کشورهای دیگر نیز باید به احساسات مردم مؤمن خیش توجه کنند و در راستای تسهیل زیارت اربعین بکوشند کسانی که در امر زیارت امام حسین علیه السلام مانع ایجاد کنند تأثیر منفی این کار در زندگی آنها منعکس خواهد شد